درود و درود بر تمام با صفاها، درود بر مردها و زنهای با معرفت، درود بر انسانهای با شرف، درود بر آنهایی که ایرانیان اصلا، درود بر یکایک فرزندان عزیز ایرانم. آنچه در این برنامه خواهید دید و مشکلات پوستی دارن، عفونت دارن، نه در خونه‌های خودتون را بدین، پرونده اینا بسته شده. جانم تو بودی زندگی بوبا، اینا کاری کردن، اونا همه شدن مفسد بالعرض چاومکشای اون موقع. داریوش اقبالی، پدرش محمود عربیه، خوردن و پاچیدن و رفتن. ولی وقتی از خود مردم ایران میشنون میدونن که مردم ایران برعکس دنبال. شماها متوجه شدین که الان چه در داخل و چه برون مرزی همین رژیم متقلب و دزد سرگردن جامعه رو به کلاهبرداری انداختن. خیلی مهمه گوش کنیم. من خیلی ناراحتم از اینکه یه وطن پرست مانند آقای خسرو شکیب که مهندس آرشیتکت و با معلومات هست، با عاشق ایرانشه و هدفهای مختلفی برای سرزمینش و اصالت و فرهنگش داره، بهش کلک میزنن و کلاهبرداری میکنن. این افرادی هستن که از جمهوری اسلامی اومدن این و دست به کلاهبرداری و نامردی میزنن. مردم هوشیار باشین، چنین افرادی رو نه در خونه‌های خودتون راه بدین، نه در کاری به خودتون راه بدین، چون انسان‌های کثیف و بی‌وطن و بی‌اصالتن. یک آقایی به نام آقای علیرضا فرهادی که باید اسمش بگم، البته میدونم که اسم اینا واقعی نیست، میدونم که تمام اینا اسمای مستعار است، میدونم اینا رو. 3 ماه پیش آمدن اینجا با ما صحبت، آقا من میخوام به شما شریک بشم، شما وطن پرستید و شما وابسته نیستید و شام ببر مهمون کن، نهار بده، هتل براش بگیر، همه اینا رو هم من بیچاره انجام دادم. آمدن و گفتن قرارداد بنویسیم، ما هم نشستیم قرارداد بنویسیم، نشستیم و همه رو نوشتیم. گفتم آقا این قرارداد من امضا کردم، دادم به ایشون، گفتم آقا شما به وکیلتون نشون بدید، اگر موافقت کردید امضا کنید بدید. گفت آقا من امضا میکنم و این حرفا نیست و چشم، حالا به وکیلم من نشون میدم، اما چقدر باید بدم؟ گفتم هر چقدر بتونید بدید، نسبت به پولی که میدی شما سهام بردید. گفت من 100,000 رو میدم، من 25%. بله خیلی ممنون، عالی و فلان اینا، خواهش می‌کنم شما شماره حسابتون رو بنده لطف کنید. ما هم شماره حساب رو دادیم. این موضوع مال 4-5 روز پیش ما دادیم و رفت. قرار بود به ما زنگ بزنیم، هیچ خبر نشد. یه هفته گذشت، خبر شد. تلفن کردیم، دیدم که بابا تلفن ایشون هم قطع شده. اینها همه از روی عمد، از روی قصد، از روی عمد اینا میخوان منو نابود کنن. دلم میسوزه یه هموطن من که عاشق وطنشه، عاشق تاریخشه و میگه من مسلمان نیستم ولی یه ایرانیم. من مسلمان نیستم، ایرانیم. بله من دیگه مسلمان نیستم، من یه ایرانیم. چون اسلام اینا از باد بردن و بیداد کردن و دزدی و آدم کشی چیزی که نمیده. اسم من محمود عربیه ولی باید این اسم عوض کنیم. چه غلطه، چه فرهنگی داشتیم، چه این حرفا نبود. کسانی اومدن کلاهبرداری کردن، 3 ماه تو هتل و رستوران‌های بزرگ این ور و اون ور 3 ماه خرج کرده که آقا میخواد شریک شه. حالا آقا خسرو شکیب 50,000 بیشتر خرج هتل و رستوران و این ور و اونشون کرده که اینا شریک هستن، آدمای خوبی هستن. خوردن و پاچیدن و رفتن شوخی نیست. ناراحتم، من میدونم، من چوب این کارا رو خیلی خوردم. باور کنین من چوب این کارا رو اکیا خوردم، اونایی که بهشون زندگی دادم، بهشون عشق دادم، زندگی من تو خطر انداختم، در اینجا به من کلک زدن و نامردی کردن. یکیش داریوش اقبالی، پدرش محمود اقبالی. تا به بقیه چه گناهی کردیم که ما ساده ایم، قوی دل هستیم و با مرام قدم برمی‌داریم و با مرام زندگی میکنیم. میفهمم چه دردی برای خسرو شکیب اومده، تلویزیون‌های جمهوری اسلامی چنین برنامه‌هایی می‌ریزن، چنین آدمایی می‌ریزن که از زندگی ایشون سر در بیارن و عشق و تفریح کنن. نه اون اسمش مطرح بوده، نه ایشون نه پاسپورت گرفته، نه اصلا تصدیقی گرفته، نه اینفورمیشن ازش، به خاطر سادگیش، به خاطر که عاشق ملت ایرانه، همه رو قبول داره. ای ملت، دست بردارین کثافت بازی‌ها، دست بردارین از این انقلابی که شما به وجود آوردین و بزرگ شدین و دارین مانند سرارتون کلاهبرداری میکنین، دست بردارین. روزگار جمهوری اسلامی تموم شده، جایی نداره، چون رفتنی اند. حالا هر آتیشی به پا بخوام بکنن که دوام بیارن، دیگر پرونده اینا بسته شده. ملت هوشیار باشین، واقعا هوشیار باشین. اینجاست که همتون به خاطر عشق به وطن، عشق به سرزمینتون، درستی و صداقت و معرفتتون رو یک رنگ کنین و دست به دست هم بدین تا بتونین مملکتتون رو پس بگیرین. اگر یه همچین حرکتی رو انجام ندین، صداقت نباشه، معرفت توش نباشه، راستی نباشه، مملکتتون به فنا رفته و تیکه تیکه خواهد شد. ما شانس بزرگی که داریم، پادشاه دوم پهلویمون و بانوی یاسمین عزیزمون، که اینا همینطور با صداقت دارن میان، با یک دل بزرگ پاک دارن میان، نه دوز و کلک توشه نه هیچی. اینا زمانی میتونن مملکت رو بگیرن که ملت، چه از اون جوونی که تو خیابون خوابیده از لحاظ معتادی، بیپولی و اون بسیجی، به خاطر پول ملت چه میکشه، و سپاه همینطور و ارتش. اگر به خودتون نیاین واقعا بدبختین. مقدار این تصویر تفاوت بین آنچه که این نظام باعث شده که مسلماً نماینده خاص مردم ایران نیست و اینو بیشتر و بیشتر دارن متوجه میشن، ولی وقتی از خود مردم ایران میشنون میدونن که مردم ایران برعکس دنبال ماجراجویی، دنبال دخالت در امور داخلی کشور مجاور نیستن، بلکه برعکس ما دنبال یک ثبات هستیم که امنیت به وجود بیاد، در سایه اون امنیتش که میشه آسایش و به اصطلاح آبادانی رو در کشور خودمون پیش ببرید، با کمک و با همکاری کشورهای همجوار. به جای که بیایم بودجه سالانه رو صرف توپ و تانک و تفنگ بکنیم، بیام هزینه بهداشت و آموزش پرورش و اینجور کارا. شما حساب کنید درون خودش این جمهوری به چه کثافتی افتاده. اصلا معلومه کی حرف میزنه، کی رأس کاره، کنترل از دستشون رفته، فقط بلدن موشک اینور اونور بفرستن، بچه‌های بیگناه بمیرن. این شد حکومت داری. بعضی وقتا انقدر دلم من این بساطا درد میگیره و غم به خودم میاد. من یه ذره اومدم این برتر که جلوشون این موقع بد نباشه. زنانی که اینجا دارن زندگی میکنن، دختران ما، مشکل هنوز مریضیای ماهیانه دارند. هنوزی که هنوزه خیلی از روستاها نمیدونن نوار بهداشتی یعنی چی و مشکلات پوستی دارن، عفونت دارن. چشماتو ببند ببین، میتونی یک ساعت خودتو جای اینا بذاری؟ یک ساعت چیه؟ نیم ساعت. به خدا که هیچ کس نمیتونه. اینجوری دارن زندگی میکنن، دو تا خونوار دارن اینجا زندگی میکنن. ببین اینا مخزن آبه، دستشویی کجاست؟ دستشویی نداری، بیابون. آها اینجا دستشویی نداری، یعنی هر جا پیدا میکنی بیابون. اینجا حموم هم نداری، حموم نداری، هیچی. ما فقط توی بیابون با کاسه آب میریزی. آب خنک چی؟ هیچی، آب گرم، آب خنک نداری. اون اون انسانیت، اون مرام، اون شرفی که ما در اون زمان داشتیم باور کنیم. فقط بودیم بیا علی، هزارها کار میکردیم، یک دقیقه اون برابر نمیشد، ولی کو یا علی، همه اونا اینا کاری کردن، اونا همه شدن مفسد بالعرض و چاوکشای اون موقع، نامردای اون موقع. اسلامی وجود نداشته، دینی نبوده. برای همینم آقای مهندس خسرو شکیب میگه من مسلمان نیستم ولی یه ایرانیم و عشق گوروش کبیر و عشق شاهنشاهامون در خونشه و میگه کبیر به خاطر اینکه عربیه باید بگیم کوروش بزرگ، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامر بزرگ و پادشاه عزیزمون. همتون از اخبارها خبر داریم، حتی همین امروز ولیعهد عربستان رفته روسیه با پوتین. ببین پوتین چه استقبالی کرده، چه مشتی بازی، دست زدن تق تق. آقا یعنی چی؟ عربستان سلطان در اون منطقه است، ایران کجاست؟ حالا اینا سنگ به سینه روسیه بزنن، چین بزنن، خاک بر رو سرتون که تمام ثروت ایران رو دادین در اختیار اونا و ملتتون رو 45 سال کشتین و اعدام دادین و جوونا رو به این ور و اون ور برسادی به امان دین اسلام به جنگل کشته بشن. 8 سال در جنگ ایران و عراق کی کشته شد؟ تمام جوونا، بیشتر اصفهان. جوون خیانتایی که بین جمهوری اسلامی و مجاهدین بود همین. این یه خیانتایش آینده رو روشن خواهد کرد مردم. من فقط یه نصیحت بکنم از عشق و مرام خودم. اگر ایرانتون رو میخواین، اگر صلح و صفاتون رو میخواین، باید دست به دست هم بدین. چه از اعتصابات، چه از کمکاری کردن، چه ارتشی، چه سپاهی، چه بسیجی. اگر ایرانی هستید، اگر نه همتون گرفتار خواهید شد. بدونین ایران هرگز نخواهد مرد، ایران همیشه زنده است. خاکی که پر از عشق و محبت هست هرگز نخواهد مرد. دردت به قلب و روح و جانم زد، عشقت فقط زخم زبانم زد. جانم تو بودی، زندگی بو برد، آخر تو را برد و به جانم زد. جانم تو بودی، زندگی بو برد، آخر تو را برد و به جانم زد. آخر تو را برد و به جانم زد. با موزیک بریم به جنگ اینا، با موزیک تم قصتون رو ببریم، با موزیک انرژی بگیریم و عشق بدیم. همین دیروز خانم گوگوش در ابوظبی برای اولین بار یه ایرانی کنسرت داشت. جالبه غیر از خانم گوگوش تا حالا کسی در ابوظبی کنسرت نداشت. پس ببینید هنر ایران، موزیک ایران حتی خونه های عرب هم رفته و تو خونه اوناست. هنرمندای ما رو شرافتن چون همشون خانوادگی ایرانی هن. حالا جون یه همچین رژیمی اومده، انقلابی شده، همشون صاحب ثروت شده و ایران ما بدبخت شده. ببینین چه برنامه هاییش. ای خدا کجایی؟ من آرزو دارم ملت من هوشیار بشه و پشتیبان پادشاه دوممون باشن و بانو یاسمینمون که بتونن مملکت ما رو نجات بدن و از این خون ریزی و جنگ و ستیج بیان بیرون. و مطمئنم به زودی این رژیم سرش به سنگ خورد و رفتنی هستن. جاوید باد پرچم شیر خورشیدم و خاک ایران عزیزم. جاوید باد پادشاه دوممون و بانو یاسمینمون. زنده باد زن، زندگی، آزادی.